کیست که اتحاد مسلمین به او ضرر میزنه. این روش فکر کن. دشمنان اتحاد مسلمین اون کسانی هستند که اگر کشورهای اسلامی، دولت‌های اسلامی با هم متحد بشن، اونا آسیب، اونا ضرر می‌بینن. نمی‌توانن دست اندازی کنن، دست رازی کنن، غارتگری کنن. اگر کشورهایی مثل ایران، مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثل عربستان، مثل مصر، مثل اردن، اگر این کشورهای خط مشی واحدی رو در مسائل اساسی و کلی خودشون اتخاذ کنن، قدرت‌های زورگو نمیتونن در امور داخلی اینها، در سیاست خارجی اینها دخالت کنن. الان دخالت میکنن. الان آمریکا ضربه اقتصادی میزنه، ضربه سیاسی میزنه، نفت سوریه رو میدزدن، میبرن، داعش ظالم وحشی رو، خونخوار رو در اردوگاه های خودشون نگه میدارن، حفظ میکنن و روزی که بهش احتیاج داشته باشن باز بیارنش تو میدان، به جان این و اون بیاندازن. از این کار رو دارن میکنن. در سیاست خارجی دولت‌های منطقه دخالت می‌کنند. این کارو بکنید، این کارو نکنید. حتی در بعضی از کشورها در سیاست‌های داخلیشون هم دخالت می‌کنند. اگر ما با هم همه متحد باشیم، یه خط مش انتخاب کنیم، آمریکا نمی‌تواند این کارا رو بکنه. جرأت نمی‌کنه وارد بشه.